باز یک نکته دیگه رو در این داستان داره بیان میکنه. اگر قرار باشه تغییری در مسیر علت و معلولی به وجود بیاد، اون فقط و فقط کار دله. یعنی کسانی که خدا باور هستن، کسانی که به خدا ایمان دارن، همون خدا راهی رو باز گذاشته که در جریانی اراده تو، حرکت تو بتونه خیلی جریانات رو تغییر بده. این رو هم همون خدا گذاشته. یعنی اگر قرار باشه که جایی اتفاقی بیفته، اون اتفاق از دل میفته. در فلسفه یک حرف خیلی مهمی رو میزنن، میگن که اگر میخوای نتیجه عوض شه، باید مقدمات رو عوض کنید. شما اگر بخواید یک نتیجه رو عوض کنید، مقدماتی رو باید عوض کنید تا نتیجه بگیرید. اون عوض شدن مقدمات حرکت دله. تمام سعی مولانا بر اینه که متوجه این موضوع باش که تا تو دلت از گل خالی نشه تأثیری نخواهد داشت. واسه همینه که انجام نمیشه. تو خیال میکنی که اهل دلی. این یه مورد هم داشته باشی. یه مورد دیگر هم میگه مولانا در همین داستانهایی که داره صحبت میکنه. ببینید، یه زمانی ما یه کاری میکنیم برای نفس خودمون کار. من یه داستانی رو خدمتتون بگم این موضوع رو روشن کنم. یه داستانی، نمیدونم مال بوستانه مال کجاست، حتما همه شنیدین، الان حضور ذهن ندارم. میگه که یه پدری داشت میمرد. پدری که داشت میمرد، بچه هاش وصیت کرد که من توی این حیات یه گنجی رو مخفی کردم، برید بکنید و این گنج رو در بیارید. حیات های اون موقع هم خیلی بزرگ بود. اینا پدر مرد و بچه ها رفتن تو حیات. وقتی رفتن تو حیات، هرچی کندن زیر رو کردن، گنجی پیدا نکردن. دیدن اینجا گنجی نبوده. ولی زیر رو کردن این خاک، بعد از یک مدتی یک بوستانی، یک فضای سبزی، یک گل و گلزاری رو اونجا ایجاد کرد. اینها متوجه شدن که منظور از گنج به وجود اومدن این گلزار بوده. یک زمانی کاری رو میکنی برای نفس خود کار، کار برای خود کار، کارز کار خیزد دیگه. گنج بهانه‌ایه، گنج یک کمندیه که به گردن من میبندن که اون کار انجام بشه. در یک جاهایی دعا انجام میشه برای اینکه باید انجام بشه. عنایت میکنین؟ دعا انجام میشه برای اینکه اصلا این کار باید انجام شه. منظور این نیست که به اون گنج برسی، منظور اینه که این زمین بیل بخوره. وقتی که این زمین بیل خورد، از این گنج های طبیعی میاد بالا.